تو ویدیوهای قبل یاد گرفتیم که چطوری فیلم و موزیک و اینا رو با خود سافاری آیفون دانلود کنیم و تو اپ فایلمون داشته باشیم. تو ویدیوهای قبلیمون هم اپ VLC رو معرفی کردیم و توی این ویدیو با هم می‌خوایم ببینیم که چطوری یه فیلمی که زیرنویسش رو جداگونه دانلود می‌کنیم و می‌تونیم با زیرنویس ببینیم تو آیفون و بدون نیاز به کامپیوتر و کار خاصی. سلام، من کیوان هستم از کانال یوتیوب کیوان تیپس. اگه جدید با این کانال آشنا شدین باعث افتخاری که سابسکرایب کنید. خب یه بار سری میگم برای کسایی که ویدیوهای قبل رو ندیدن، ببینیم میومدیم توی سافاری میرفتیم یه جا روی دانلود میزدیم، از همون پرسیدی که دانلود میکنید یا میبینی، رو دانلود میزدیم، میومد تو اپ فایل، بعد اینو میگفتیم که توی آن مای آیفون سیف کن و اینجوری میومد تو اپ فایل. بعدش تو ویدیوهای قبلم که اپ VLC رو معرفی کردیم، این اپ که یه پلیر خیلی خوبه و اتفاقا زیرنویسار هم ساپورت میکنه. حالا فرض بگیریم ما یه فیلم رو دانلود کردیم، زیرنویسش هم دانلود کردیم و اومده کجا؟ تو فولدر دانلودهای اپ فایلمون، یعنی اینجا اپ فایلمونه آن مای آیفون، یه فولدر دانلودها درست کردیم. اگرم درست نکردیم که اینجا دانلود هستش، میاد اینجا که حالا ما دانلودها رو داریم و اینجا ببینین من یه ویدیو دارم، ویدیوی خودمه، دانلود با سافاری، همون ویدیوی دانلود با سافاریه. اینجا هم زیرنویسشو دارم، این کپشنز، اینا دوتا زیرنویسم با فرمت‌های مختلف که این بالایی SRTه، روش وقتی بازش میکنیم گدین فور وقتی میزنیم میبینیم پسوندش caps.srt. پس میتونیم فرمت SRT رو دانلود کنیم و استفاده کنیم. فرمت های دیگه زیرنویس هم میتونیم استفاده کنیم، ولی خب SRT مرسوم ترینش همینو میگیریم. خب گفتیم برای اینکه اینو بخوایم رو VLC پلی کنیم، بهتره که اینو بیاریم رو اپ VLC. اینجا سلکت رو میزنیم، اینو میزنیم، زیرنویسش هم انتخاب میکنیم و این دوتا رو میاریم توی فولدر VLC و موو میزنیم. اینا اومدن توی VLC. اینجا این علامتی که شبیه علامت کامنته، در واقع علامت زیرنویس و سابتایتلی که روش میزنیم، از اینجا میتونیم سابتایتل رو انتخاب کنیم. یه گزینه هم داره دانلود سابتایتل فرام نمیم چی چی، که با این کاری نداریم، مثل اینکه رو اینترنت میگرده سابتایتل برای ویدیو پیدا میکنه، که حالا ما با این کاری نداریم، سابتایتلمون رو ما جداگونه دانلود کردیم. میایم تو اپ فایل، تنها کاری که لازمه بکنیم اینه که سابتایتلمون رو هم اسم فایل ویدیومون کنیم. نگاه کنین الان اینو دستم روش نگه میدارم، فایل ویدیومه، رینیم رو میزنم، سلکت آل و کپی، اصلا هم لازم نیست اسمشو تایپ کنیم و اینا، فقط رینیم کردم که بتونم سلکت کنم، اسم فایل رو سلکت آل کردم و کپی رو زدم. حالا روی این کپشنه رینیم رو میزنم، پاکش میکنم، دوباره دستم روش میزنم و پیست میکنم و دانو میزنم. الان این زیرنویس SRTمون شد هم اسم ویدیومون. حالا ویدیو رو پلی میکنیم، میبینی خود به خود این اومد، زیرنویس اومده روش و از اینجا میتونم زیرنویس رو دیزیبل کنم یا انتخاب کنم ترک 1 موسیقی. حالا مثلا میزنم جلو، میبینین همینجوری زیرنویس خودش اضافه شده. پس یه بار خلاصه بگیم چیکار میکنیم: فیلم رو دانلود میکنیم، زیرنویسش رو دانلود میکنیم، تو اپ فایل این دوتا رو میاریم تو فولدر VLC، بعد اونجا اسم ویدیو و سابتایتل رو باید یکی کنیم. حالا اسمش عجیب غریبه، سخت کپی کردن، اسمش رو پاک میکنیم، اسم فیلم رو میذاریم 1، اسم سابتایتلش هم میذاریم 1. یعنی چی؟ مثلا من سختمه چیز کنم، دستم روش نگه میدارم، رینیم رو میزنم و کامل اسمش رو پاک میکنم، مثلا میذارم A. حالا زیرنویسم دوباره همینطور، رینیمش میکنم و اسمش رو میذارم A. یعنی لازم نیست حالا اسمم خیلی دقیق چیز کنیم. الان من میام اینجا A رو میزنم و میبینیم اسم ویدیو شد A، ولی مهم نیست که اسمش چیه، مهم اینه که سابتایتلمون، یعنی فایل SRT زیرنویسمون و ویدیومون هم اسم باشن. هیچ قلق و داستان دیگه ای هم نداره، کار خاصی هم لازم نیست بکنیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. ممنونم از حمایتتون، ممنونم که منو به دوستاتون معرفی میکنین.
واقعا برام با ارزش تو گروه ها و اینا میفرستین، تک و توک میبینم یه دنیا ذوق میکنم، خستگیم در میره، انرژی میگیرم برای ویدیوهای بیشتر. خیلی خیلی دوستتون دارم، تا ویدیوهای بعد، خدافظ.